با این رسانه های مجازی که آفریده شده برای ابله تر کردن ماست. آینه بدرود با لیلا رو ببینید عزیزان من، خیلی از شما این تو هستید. این سومین سالگرد بدرود با پرنسس لیلا است. بخشی رو میبینید و در خدمتتون هستم. Thank you.
ببینه ای چرخ بازیگر، تو هم گاهی نمیفهمی، تو هم گاهی نمیدانی، تو هم راز بزرگ مردم ما را زلوه دردش گردون نمیخوانی. بگو ای چرخ بازیگر، چرا چشمان پاک مردم ما را چونین از عشق تر کردی؟ چرا خاک عزیز زادگاهش را چونین زیر و زبر کردی؟ چرا شاهی نگیدم را چونین بیبار و پر کردی؟ چرا؟ آخر چرا ای چرخ بادیگر؟ نمیدانی، نمیدانی که اکنون ملتی در سوک او هر لحظه میگرد. ترس من از آن است که دوری از وطن عادت شود. به نام خداوند جان و خرد که از این بهتر اندیشه بر نگذرد. اگر دانی بنا گر کنم ساخت و پاشانی و یاد و نام نامی یگان ابرمرد مشرق زمین همیشه زنده یاد انوشروان اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامه شاهنشاه فقید ایران. این ملت ایران که الان نماینده های واقعی اونها این جامعه‌ای تشکر کنم و به خصوص بگویم که چقدر در دلم اثر داره که هموطنان رو دهکمون رو دوستیم. اتحاد و همیانی تمام هموطن و به خصوص در داخل کشور و خارج کشور سرزمین عزیزمان به آزادی خواهد رسید، به مردم سالاری خواهد رسید و در داخل کشور خواهد. من اطمینان دارم وقتی ملت ایران به تاریخ کهنسال ایران، به فرهنگ ایران سم به نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران مانند اردونوس از خاکستر خودش بر خواهد زد. من آرزو میکنم که بتوانیم یک روزی به
پیکره عزیزانمون رو به سرزمین خودمون بازگردونیم و به خصوص هموطنانی که سالهای سخت قربت کشیدن بتونن به سرزمین بازگردن و ملت مردم ما مملکت ما احترامی که همیشه در جوار دنیا داشت دوباره به دست بیاره و دیگه در تاریخ مملکت ما میدانهای فداشویی نباشه. و واقعا میخواستم بگم که امیدوارم که در آینده عشقای همه شما همه ما عشقای شادی باشه برای یک ایران آزاد و آباد و دیگه عشق غمی برای هیچ ایرانی نباشه.
به می بخشی خودشون تنها بگیرن با کسی هم افتیم تنها بگیرن و هر روز همچنان زحمت میکشه و همچنان به یاد لیلا هست. واقعا من به شما تبریک میگم. بینندگان عزیز، من در همین مراسم شاد دختر لیلا پهلوی با دختر جوانی که برای این مراسم تشریف آوردن آشنا شدم، یعنی خواستم که با ما صحبت کنن. میخوام که اول خودشون رو معرفی کنم. مرسی که با من دارین حرف میزنین. و خودتون معرفی کنین، اسمتون رو بگین. اسم من لیندا هستم، فرانسوی هستم. دانشجو ما اهل فرانسه هستین اصلا؟ چقدر خوب فارسی حرف میزنین. با سپاس از برادر عزیز مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون. مثل همیشه به پایان برنامه میرسیم. از شما پروانه میخوام که با شما به درود و خداحافظی بکنم. روز یک شنبه گذشته ما در سالن کتاب بودیم پاریس، لیکرا برقرار کرده بود. تعداد زیادی از همیهنان عزیز تشریف آوردن اونجا. من از همه شون سپاس گذارم، از همه تون سپاس گذارم. حالا کتابم خریدم. خواستم سپاس گذارم.
نمسچیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیچیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv